همینه صوفیا مهر، کارشناس روابط بین الملل از ایندیانا همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای صوفیا مهر. آلمان از سوی ضمانت‌های اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری برای تجارت در ایران رو تعلیق میکنه، از سوی دیگه نمایندگان پارلمانش 43 نفر از اونها خواستار تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران شدن. به نظر میاد آلمان دیگه داره تکلیفش رو در قبال جمهوری اسلامی مشخص میکنه. به نظر میاد همینطور. ببین، از زمان پیدایش جنبش انقلابی مردم ایران ما شاهد نوعی چرخش در سیاست خارجی دولت آلمان در قبال جمهوری اسلامی بودیم. تا پیش از این آلمان و روی هم رفته اتحادیه اروپا تلاش داشتن تا با ترکیبی از گفتگوهای دیپلماتیک و همچنین امتیازدهی تلاش کنند تا رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بدن، اما ما شاهد نوعی تغییر رویکرد هستیم و آلمان به نظر میاد به نوعی به سیاست فشار حداکثری روی آورده. به گمانم علاوه بر جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین سرکوب خشن و وحشیانه جمهوری اسلامی، دو عامل دیگه در این تغییر رویکرد نقش داشته. یکی سرسختی جمهوری اسلامی در تداوم برنامه هسته‌ای بوده و عدم بازگشت به برجام، و دیگری ارسال تسلیحات به اوکراین بوده که به نوعی امنیت اروپا رو به خطر انداخته. مجموعه این عوامل باعث شده تا جمهوری اسلامی بیش از گذشته تهدیدی جدی‌تر برای اروپا محسوب بشه و کشورهای اروپایی به ویژه آلمان جمهوری اسلامی رو به صورت یک تهدید جدی‌تر تلقی بکنن. آقای صوفیا مهر، در این انزوایی که ذره ذره جمهوری اسلامی داره درش قرار میگیره بیشتر از پیش، فکر میکنین چه پیش خواهد اومد؟ واکنش تهران چه خواهد بود؟ ببین، گزینه‌های جمهوری اسلامی بسیار محدوده و واقعاً جز اینکه راه تقابل رو در پیش بگیره، گزینه به اصطلاح سازش براش هموار نیست، یا دست کم وقتی که از درون دچار فشار، دچار یک نوع خیزش عمومیه و از طرف جامعه جهانی هم به یک نوعی تحت فشاره، این شرایطی نیست که جمهوری اسلامی فکر کنه الان باید نرمش در پیش بگیره و یا راه سازش رو در پیش بگیره. به همین خاطر به نظر من راه تقابل رو در پیش خواهد گرفت، چه در داخل و چه در عرصه سیاست خارجی خودش. به نظر من به برجام باز نخواهد گشت، برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه خواهد داد، ارسال تسلیحات رو به روسیه افزایش خواهد داد، حتی شاید موشک‌های دوربردتری رو به روسیه بفرسته و سعی میکنه که حتی شاید یه رتوریک خیلی قوی تری هم در قبال اتحادیه اروپا در پیش بگیره. مجموعه عوامل باعث میشه که اتفاقا فشارها افزایش پیدا بکنه. تمام این رویکرد تقابلی و اگه جمهوری اسلامی به خیال این که به هر حال از دام سقوط فرار بکنه، به نظر میاد که در پیش گرفتن همین سیاست تقابل چه بسا امکان و احتمال سقوط جمهوری اسلامی رو افزایش پیدا خواهد کرد.